در قسمت قرار داریم که برج شمالی حرمسرایه. به دقیقا یکی از مرتفع ترین برج های ارک محسوب میشه و ساختار قسمت های از این برج جالبه و دلیل از این که در قسمت بالای خود برج از هیچ گونه تیرکش استفاده نکردن و اصول معماری که در اینجا با کار رفته همون سبک معماری هیسلی بوده با کلاهکی که گذاشتن در قسمت پوشش سقف از این و ایره متفاوت‌تر ساختن و دلیل از این هم این بوده که دقیقاً این برج موقعیت داره در قسمت وسط دروازه قدیمی ارگ هرات که در زمان تیموری از دروازه داخل بخش حرمسرا می‌شدن و همچنین میدان تعلیم قطعات نظامی هم در همین قسمت موقعیت داشته در سمت شمال و این دروازه جایی بوده که قسمت از برج بالای از او ساخته شده و دقیقاً این قسمت پنجره ها و نمایی که دادن زیبایی شهر هرات رو میتونن کسایی که در اینجا قرار میگیرن ببینن، مصلای هرات رو میتونن ببینن و همچنین ساختار خود قسمت های بیرونی سمت شمال ارگ هرات از این موقعیت پیشتر دیده میشه. و جالب اینه که دقیقاً ما جای قرار داریم که به اثر از این که دروازه در زمانهای قدیم مسدود شده بوده و همچنین ساختار خود برج از پایین راهی نداره به داخل از برج بشیم و ما از قسمت بالایی تمشیم به داخل برج تا قسمت‌های داخلی برج قدیمی ارگ هرات رو با هم دیگر ببینیم. و دلیل نبود دروازه از قسمت پایین ای برج دقیقا ما از قسمت بالایی رو به طرف پایین میریم و ای برج ساختار از ای در زمان از ای که ای رو بازسازی هم کردن از دروازه داخل شدن به ای برج از قسمت بالا بوده، از بالا سر دیوار دقیقا پایین میشین به قسمت داخلی برج و ای برج ساختار کلی معماری از ای در 4 طبق ساخته شده، 4 پوشش داره و 4 اتاق دیدبانی و پیره‌داری ارگ هرات. این برج دقیقاً در قسمت ورودی دروازه قرار داره که در زمان تیموری‌ها یا شده بوده و هنوز معماری و نشانهای تاریخی از این وجود داره. طبق اول رو هم دیدیم، طبق دوم هم آمدین، میریم قسمت‌هایی که از طبق سوم رو ببینیم. به طبقه سوم برج حرمسرای ارگ رسیدیم. دقیقا از قسمت بالایی طبق سوم قرار داریم و هنوز نمیفهمیم که چند طبق دیگر تا به پایین برسیم به کف برج و ساختار خود از این برج هم شبیه به ساختار برج طبقه دوم بود. با هم دیگر قسمت های از طبقه پایین تر میبینیم که ببینیم چگونه ساختار داره طبق پایین تر از این برج. به طبقه چهارم برج حرمسرا رسیدیم، جایی که دقیقا به ما نشان میده که ختم طبقات برج حرمسرایه و ما طوری که در تصویر هم شما دیدیم از قسمت بالایی آمدیم طبق به طبق تا رسیدیم به کف برجی که دقیقا موقعیت از این بالای دروازیه که در سمت شمال ساخته شده بوده و میدان اسپا بوده. در زمان تیموری ها هنوز بقایای آثار تیموری در قسمت های از این دروازه وجود داره و این برج بر بالای تاق دروازه ورودی ساخته شده بوده و پیره ها و کسایی که پیره داری از این برج میکردن از قسمت بالایی پایین میشدن و هیچ گونه دسترسی نداشتن سربازا و قطعات بخش پیره دارخانه یا که قسمت دروازه ها بودن. با هم دیگر قسمت های بعدی از برج های ارگ هرات را هم میبینه. دروازه ورودی خود ارگ هرات وقتی که داخل بشیم به سمت حرمسرا دو برج عظیم خشتی می‌بینیم که دقیقا در
کناره دروازه ورودی حرمسرا ساخته شده و این دو برج برج هایی بوده که همو عظمت و شکوه حرمسرا رو به رخ سربازا و قطعات نظامی که در داخل بخش قطعات نظامی در داخل قلعه پایین مستقر بودن نشان میداده و برج هایی که در اینجا ساخته شده بوده اصول و ساختار از اینا سنجیده شده معمارا به کار گرفته بودن. در عصر و زمانی که طراحی برج ها رو میکردن پی برده بودن مهندسین و معماران که قطعات نظامی که حفاظت از حرمسرا رو به دوش دارن باید از قسمت بالای حرمسرا به پنجره ها دسترسی پیدا کنن و در اونجا نظارگر و پاسدار ارگ هرات باشن. تا حرمسرا تسخیر نمی شد کسی دسترسی پیدا نمی تونست بکنه به قسمت اتاق های برج های دروازه ورودی حرمسرا و این به ما نشان میده که چقدر اصول معماری و مهندسی در داخل ارگ هرات سنجیده شده و محاسبه شده ساخته شده بوده و تا به امروز هم که امروز تحقیقات و پژوهش های تاریخی پیرامون ساختار بناهای عظیم تاریخی جریان داره و ما هنوز پی میبریم به همو ظرافت های مهندسی محاسبه شده در قسمت ساخت برج ها و یا هر بنای تاریخی دیگه که در داخل شهر هرات ساخته شده بوده. این بود معرفی قسمت های از ارگ هرات. تا معرفی قسمت دیگری از ارگ هرات شما دوستان و علاقمندان برنامه میراث خراسان و خداوند کریم میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.